توش هستش که تولیدش اینجا جفتش با هم انجام میشه، کسی که پشت تیکه وانستن برنش رو میپوشن همون ها هستن که تولید میکنن اینجا رو بخاطر همه جفتش بریاد بیدن و اینکه کیتری هم بخش خیلی بزرگه این ها انجام اگه تون یه توی را من فکر میتونم خیلی شدن میشه من رو فقط میکنی برنش رو Das ist, die lernen auch, dass die Läden sollen ja ein bisschen dekorativ machen und Dinge, die man zum Fleisch zum Beispiel mitverkaufen kann. Und jetzt gerade was in den Gläsern ist der Bratenschüll und die Rinderbrühe, die kochen wir selbst aus den Knochen, so wie früher oder in einem guten Restaurant. Weil es ist ja schöner, wenn man das dem Kunden mitgeben kann, als so ein Päckchen fertig. So. اینجای خیلی برشمونه این در بگیرم چجوری دکور بکنم آزارو خیلی برشمونه خاطر هم مجبورم چیزا رو بچینم و توی این شیشه هایی که میبینیم مثلا استخون پخته شده که له شده که خیلی قیمتیه و خیلی چیز خوبیه برای که به مشتریشون کادو بدن استخون پخته شده؟ له شده این غذایی که میخواد کلسیوم دیگه همش دیگه کاملا کلسیوم آره چیز Also deswegen auch unsere Kräuter, wir haben da hinten dran nur Kräuter gepflanzt, die wir dann zum Dekorieren oder zum Kochen benutzen. Die müssen sie auch selber pflegen, damit wir nicht Kräuter kaufen und dann wegschmeißen müssen. Züchten wir sie selbst und tun noch was für die Bienen. اینجا تمام گیاهایی که میبینیم خودشون کاشتن مثل مرزه مثل جعفری که باهاشون باهم چیزای درست میکنم بعد تمام کسی که اینجا دوره میبینن باید اونا رو هم تکر بکنم اونا رو باید بهشون برسن که نخرن بعد بمونه بریزن بیرون از اینجا برمیدارم هرچی که بخوام خیلی به کار میده که گفته بازشون Und wir lernen vom Ausbeinen, also vom Zerlegen der Tiere über die Verwendungsmöglichkeiten, wie man das zubereitet, über Verkaufstechniken, so dekorative Sachen, so wie hier, Plakatgestaltung. Ja, man muss sich so ein Bild als Bachke, die Luno, die Kette, die Kette, که چه برای کجا مناسبه و برای چه غذایی اینا رو همه رو یاد میگیرن و حتی اینکه چجوری بتونن مثلا روی تابلوی یه مغازه رو چجوری بتونن جالب دیزاین بکنن که مشتری بیاد تو